میدونی میتونی با همون موبایلی که هر روز داری باهاش کار میکنی به درآمد ماهانه حداقل 1000 دلار برسی؟ اگه میخوای برسی این ویدیو رو تا آخر ببین که میخوام بهت آموزش بدم. 5400 دلار تا 86400 دلار در ماه درآمد داره. های واتس اپ، ابوالفضل هستم. قسمت دیگه از دوره 0 تا 100 یوتیوبر شدن رو شروع میکنیم. داخل این ویدیو یک نوع ایده است، یک دسته‌بندی از کانال‌های یوتیوب رو در واقع انتخاب می‌کنیم. می‌خوام آموزش بدم که چطوری از این نوع محتواها تولید بکنید کامل، یعنی ادیتش رو هم آموزش میدم. ادیتش رو با موبایل این بار آموزش میدم. تو قسمت قبلی با کامپیوتر بود، یک ایده معرفی کردم، پیشنهادش میاد بالا. اون ویدیو من یه ایده دیگه بود معرفی کردم، یه نوع دسته‌بندی کانال یوتیوب بود که معرفی کردم. تو این ویدیو هم می‌خوام یک نوع دسته‌بندی دیگر معرفی بکنم و کامل 0 تا 100 ادیت بکنیم، محتوا از کجا بیاریم و بسازیم ویدیو رو. پس خیالتون راحت، دیگه نیاز نیست حتی از ذهنتون هم استفاده بکنید. و این نکته هم بگم، شما میتونید از صداتون استفاده کنید، میتونید استفاده نکنید. نمیخواین از صداتون استفاده کنید، میتونید از موتورهای تبدیل متن به گفتار استفاده بکنید، یا انگلیسی convert text to speech استفاده بکنید. نکته‌ای که وجود داره، اگه بخواید محتوای انگلیسی تولید بکنید، من خب محتوا رو کامل براتون میارم، اصلا نیازی نیست خودتون چیزی رو بنویسید. محتوا رو براتون میارم، هم فارسی هم انگلیسی. میتونید فارسی رو خونی کنید یا از موتور تبدیل متن به گفتار استفاده بکنید فارسی، یا اینکه محتوای انگلیسی یعنی ویدیو انگلیسی تولید بکنید و بتونید مخاطبینتون رو بیشتر بکنید. اگه می‌خواید محتوای انگلیسی تولید بکنید یعنی ویدیو انگلیسی تولید بکنید، هم محتوا رو بهتون میگم چطوری گیر بیارین و کافی هم محتوا رو داخل موتورهای تبدیل متن به گفتار یا داخل گوگل سرچ بزنین convert text to speech، براتون اینو سایت ها رو میاره تا دلتون بخواد. فقط محتوا رو داخلش قرار بدین و صدا رو دریافت بکنین و رو ویدیو قرار بدین. یه نکته دیگه که وجود داره، اولا محتواهایی که میخوایم الان بسازیم خیلی زیادن، یعنی حالت اخبار هم دارن، خیلی زیادن و مخاطب هم خیلی زیاد داره، یعنی یه جوری ان عجیبن و طرف دوست داره ببینه، واقعا ببینه چطوری ان. حالا در ادامه بهتر بهتون میگم و یک نمونه کانال هم مثال میزنم و درآمدش هم بهتون نشون میدم و میخوام این سوالو پاسخ بدم. ببینید، اولا محتوا داخل فارسی خب کمه، اینو بهتون میگم، داخل یوتیوب فارسی کمه، تو یوتیوب انگلیسی هم اگه زیاد باشه باز هم شما مخاطبتون رو به دست میارید اگر تلاش بکنید. ببینید، یه دلیلی که وجود داره که ممکنه شما اولا تامنیلتون بهتر باشه، رومال شما کلیک بکنه، اولا و نکته اصلی که وجود داره اینه که شما عنوانی که میزنید طبیعتا متفاوته با عنوان اونی که شبیه به شما درست کرده، طبیعتا روی مال شما کلیک میکنه و مخاطب زیاده، یعنی به این صورت نیست که روی مال شما کلیک نکنه. و شما اگه تلاش بکنید و محتوا زیاد تولید بکنید، طبیعتا اون مخاطب محتوای زیادی رو از شما میبینه و شما رو دنبال میکنه و میخوام بگم مخاطب جدید زیاده و کسایی که از این نوع ویدیو هم دوست دارن ببینن باز زیاده. این رو هم در نظر بگیرید، هیچ نگران نباشید. اگه ماهی 4 تا ویدیو هم درست بکنید در طول مدت به درآمد میرسید، ولی خب اگه بخواید سریعتر به درآمد برسید کافی هر روز محتوا تولید بکنید و به نظرم یک ساعت وقتتون رو نمیگیره. الان من ببینید آموزش میدم متوجه میشید. پس حداقل ماهی 4 تا ویدیو رو منتشر کنید تا به درآمد فوق العاده ای برسید. بهتون میگم درآمدش عالیه و کار کردن هم راحت، اصلا به ذهنتون به مغزتون اصلا فشاری وارد نمی کنید، محتوا آماده، همه چی آماده. فقط یاد نره اگه میخوای آموزشای کسب درآمد فوق العاده، دورهای 0 تا 100 رسیدن به درآمد یوتیوب، یا دوره 0 تا 100 ساخت هر نوع سایتی رو که دارم آموزش میدم رو از دست ندی، حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کن، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روی آل قرار بده تا به مزه انتشار ویدیوهای جدید برات اعلام بیاد و تشویق بیای یه نفر ویدیو رو ببینی. یاد نره ویدیو رو لایک کنی، کامنت هم بذار حتما. بریم سراغ آموزش. خب همونطوری که مشاهده میکنید از 5400 دلار تا 86400 دلار در ما درآمد داره و سالانه هم 64800 دلار تا 1 میلیون دلار اینو کانالا درآمد دارن. نمونه دیگه هم اینه که تو میبینید تا 67700 دلار در ما درآمد داره. اینو کانالایی که میخوام بسازم در واقع کانالهای برترین ها هستن، یعنی ما بیام چیزهایی که برترن ها رو بذاریم کنار هم معرفی کنیم، یعنی تاپ 10 ها، تاپ 5 ها، به این صورته. یه مثالی که بخوام بزنم، البته دو تا مثال میزنم، این کانال ماست امیزینگ تاپ 10 که در واقع برترین هاست. شما هم کافیه که یک محتوا پیدا کردن رو همینه دیگه، همین کانال های یوتیوب، همین کانال رو دنبال کنید، ماست امیزینگ تاپ 10، همین محتوایی که اینجا نوشته شما به فارسی بیاین بگین. مثلا من یکی از اینا رو بزنم، مثلا این، البته من نمیتونم پخش کنم، شاید مشکل کپی رایت بخورم. شما خیلی راحت این ویدیو رو بیاین کامل ببینید و
اینا زیرنویس هم دارن. معمولا یوتیوب این محتوای انگلیسی رو متوجه میشه و خودش فارسی میکنه. من یه ویدیویی درست کرده بودم وسطش انگلیسی صحبت کردم، خودش در واقع انگلیسی رو تشخیص داد و زیرنویس انگلیسی رو بهش اضافه کرده بود یوتیوب. ببینید محتوای انگلیسی خودشون زیرنویس دارن. اینجا اینو که بزنید زیرنویسش رو میاره و خیلی راحت اگه اینجا بیاین تنظیمات زیرنویسا میتونید ترجمه خودکار بزنید و فارسی رو بزنید و هر چیزی که میگه رو متوجه بشین. البته نکته دیگه‌ای که داره این قسمت سه نقطه رو که بزنید باز کردن رو نوشت این قسمت دیگه خیلی راحت میشین. ببینید خیلی راحت همینایی که اینجا هستن رو کافیه که کپی بکنید. اینطوری میان میگیرید کنترل سی یا حالا کلیک راست میکنید و کپی میکنید، همینا رو میان قرار میدین کجا؟ داخل مترجمه گوگل. ببینید اومد تو مترجمه گوگل. الان این کار به چه دردتون میخوره؟ ببینید من گفتم شما میتونید از صداتون استفاده نکنید. البته اگه بخواید از صداتون استفاده کنید خیلی راحت میتونید بیاین اینجا این متنی که میگه خودتون محتوا بنویسید، تو دفتر بنویسید و روخونی کنید. یا یعنی اینکه اگه میخواید صداتون استفاده نکنید کافی این قسمت بیاین اینا رو کپی بکنید. اینجا اینا انگلیسی ان، اینجا بعد بیاین اینا رو پاک بکنید و بیاین قرار بدین در واقع دیلیت بکنید. اینطوری بیاین قرار بدین جفت هم و از موتورهای تبدیل متن به گفتار انگلیسی استفاده کنید و این متن داخلشون قرار بدین تا براتون در واقع تبدیل به گفتارش بکنن و دانلود بکنید. یا اینکه همین قسمت این فارسی ها رو داخل سایت های تبدیل متن به گفتار فارسی قرار بدین تا براتون بخونه. و یه نکته که وجود داره طبیعتاً شاید به متن انگلیسی گیر بده، چه کار بکنیم که به متن انگلیسیمون گیر نده؟ یعنی مثلا بگید شما اومدین از متن من کپی کردین، راهکاری وجود داره. خب اینم سایتی که مد نظرمه. ببینید quill.com. اگه بخواید محتوای انگلیسی تولید بکنید کافی که اون محتوایی که از یوتیوب آوردید بیاین داخل این قرار بدین و اینو بزنید. البته سایت های شبیه به این زیاده، من الان یکیشون آوردم. میبینید که در واقع این جمله که اینجاست مترادف اینجا نوشته و شبیه به هم نیستن و میتونید از این استفاده بکنید و داخل از خود صدای خودتون استفاده کنید یا موتورهای تبدیل متن به گفتار استفاده کنید. خب من سریع گفتم که تا این ویدیو زیاد نشه، پس راهکارها این بود که شما میتونید از همین کانال‌های یوتیوب استفاده بکنید و محتوای فارسی تولید بکنید. یا اگه خواستید محتوای انگلیسی تولید بکنید متن اینا رو بیاریم و داخل این سایتی که گفتم تغییر بدید و استفاده بکنید و موتورهای تبدیل متن به گفتار یا صدای خودتون. کانال بعدی هم تاپ 5 بست. خب تو یوتیوب سرچ بزنید تاپ 10 کانال های به این صورت میاره یا تاپ 5 و این کانالی که الان مثال میزنم شما دقیقا میتونید ویدیوهای شبیه به همین درست بکنید. مثلا این ویدیو همین عنوان همین رو خب بیارین همین رو کپی بکنید و داخل مترجم گوگل قرار بدین ببینید فارسیش چی میشه و محتوای داخلش رو هم این زیرنویس رو بزنید و هر چی که میگه رو بنویسید و بخونید. و الان عکس‌ها و تصاویری که داخلش خیلی راحت وقتی که تو گوگل سرچ بزنید اون عکس‌ها رو میاره، میتونید استفاده بکنید و محتوا رو تولید بکنید. ولی خب من الان نمیخوام از این ویدیو استفاده کنم، در حالی که شما میتونید از این ویدیو استفاده بکنید. چرا؟ چون که ویدیوها دیگه اثبات شدن. مثلا تاپ 10 این من میخوام داخل کانال بیام تاپ 5 تاپ 10 سرچ کردم و تاپ 5 اینم یه کانال دیگه میام داخل ویدیوهاش این ترتیب میزنم بر پرطرفدارها. در واقع ببینید مثلا این ویدیو 31 میلیون دیده. اگه من تو به زبان فارسی هم درست کنید طبیعتاً بازدید خیلی خوبی رو میگیره. همین رو بیگ ویو داخل مترجم گوگل قرار میدین، الان امواج خیلی شدید داخل گوگل قرار میدید و ترجمهش میکنید و زیرنویسش هم نگاه میکنید و مینویسید. الان فیلمایی که داخلش هم قرار داده، الان هر عنوانی که دارن تو گوگل سرچ بکنید ویدیوهاش هست و شما ویدیوها رو به هم میچسبونید و یک محتوای کامل به زبان فارسی درست میکنید به همین سادگی. راهکار بعدی که وجود داره اینه که خیلی راحت به زبان فارسی بزنید برترین ها. الان سایتی هست برترین ها، یه سایتی میاره برترین ها. اگه این بود مثلا برترین ها خودش میاره دیگه، برترین ها برای آیفون، برترین ها برای فوتبال و اینجور موارد میاره. یا اینکه بزنید 10 تا از ترسناک‌ترین فیلم‌ها خودش رو، 10 تا از خطرناک‌ترین هکرهای جهان، 10 تا از بهترین گوشی‌ها، 10 تا از بهترین انیمیشن‌ها. مثال میزنم، محتوا آماده، 10 تا از بهترین مکان‌های دنیا. اینا که اینجا میاره طبیعتاً بازدید خیلی بالایی دارن که میاره. همین اولی رو میزنید میرید داخل سایتش. خب سایت اومد، خیلی راحت محتوا آماده، عکس‌ها هم هستن، همین عکس‌ها رو دانلود می‌کنید. محتوا مثلا میگیم مورد 10 جنگل هویا رومانی و اینم عکسش و همین رو میخونید برای توضیحاتش، خیلی راحت. یا موردهای بعدیش هم همینطوری. و نکته که وجود داره که احساس مسئولیت کردین میتونید کمین محتوا رو تغییر بدین و اگه فکر کردین از یه جایی دارین کپی میکنید خیلی راحت میتونید داخل ویدیوتون یا دیسکریپشن ویدیوتون بگین که از این سایت من کپی کردم تموم شده رفت، یا اینکه متن رو تغییر بدین.
این سایت ها هم در واقع این اخباره، این که از خودش ننوشت، اینا وجود دارن و این سایت هم احتمالاً از سایت خارجی آورده یا از جای مختلف اومده قرار داده. ببینید منبع زده، منبعش رو زده، از سایت خارجی آورده قرار داده. شما هم میتونید منبع خارجیش رو بزنید یا منبع این سایت رو بزنید. مورد بعدی این که خیلی راحت سایت هایی هستن که تاپ 10 دارن، یعنی بخش تاپ 10 دارن. من تاپ 10 رو که سرچ بزنم، الان سایت بیلبورد آورده، بیاین پایین تر ببینید تاپ 10 ویجیاتو خودش یه بخشی داره برای تاپ 10 ها، یا این سایت، یا حتی سایت گینس خودش رکورد های گینس هم خیلی خوبه، مثلا تاپ 10 سانگز یا موارد دیگه. مثلا خودتون میتونید تاپ 10 بزنید و میاره براتون AFC رادیو جوان، حالا با توجه به موقعیت مکانی نار میاره، یا مثلا تاپ 10 من سایت هم شاید باشه، مثلا یه سایتی هست به عنوان تاپ 10 top10.com، همینطوری که مشاهده میکنید تاپ 10. پیدا کردن محتوا برای موضوعات تاپ 10 خیلی راحته، شما تو گوگل سرچ بزنید تاپ 10، هر چیزی که بزنید هی میاره براتون. حتی سایت هایی هستن که اختصاصا دارن کار تاپ 10 رو انجام میدن. من به صورت شانسی زدم top10.com، دیدم سایت خوبی رو آورد. خب به نظرم که دیگه متوجه شدین که چطوری میتونید محتوا پیدا بکنید. میتونید از کانال یوتیوب استفاده کنید، دقیقاً همون محتوا رو به زبان فارسی بسازید، یا از سایت ها استفاده کنید، هم به زبان فارسی از تو گوگل سرچ بزنید 10 تا از بهترین ها دیگه خودش میاره، یا برترین ها 5 تا از برترین ها سایت میاره، و داخل سایت حتی یک دستبندی هست که نوشته بهترین ها برترین ها، همون محتوا رو استفاده بکنید و روخونی بکنید و تموم شده رفت. الان میخوام یک ویدیو بسازم، با من همراه باشید. خب الان یه سایتی دیدم 10.top.ir یک سری موضوعات عجیب آورده. به صورت عجیب این موضوعات عجیب هم بازدید خوب میخورن، یعنی شما فقط کافی الان این محتواتی که الان شاید به احتمال زیاد خرافاتی هم باشن، اینها رو بیاین درست بکنید. آی سرزمین آتلانتیس پیدا شده است و اینجور موارد، بیاین همینا رو همینا روخونی بکنید و همین عکس هم استفاده کنید، یک ویدیو بسازید. خب به عنوان مثال این سایت 10 تا از بهترین رپرهای جهان، وایس ریکوردر گوشیتون خودتون رو باز میکنید و شروع میکنید به ضبط کردن. من الان نمیتونم چون که دارم ویدیو از روی خودش ضبط میکنم. میگین 1 امینم سلطان رپ. امینم یکی از معروف ترین و محبوب ترین رپر موجود در جهان است که در سال 1972 متولد شد و و و همینطوری میخونید و توپاک پدر رپ جهان، همینطوری اینا رو میخونید و ضبط میکنید، صدا رو درست میکنید. اگه دوست داشتین تغییرات رو همین روی ایجاد میکنید، یا اینکه منبع میزنید روی ویدیوتون، میریم مرحله بعد که ادیت کردنه. خب من داخل این ویدیو میخوام از اپ کاین مستر استفاده بکنم. کاین مستر رو داخل گوگل سرچ میکنید، دانلود و نصب میکنید نسخه در واقع پریمیومش رو، و نکته‌ای که وجود داره این 16 در 9 رو بزنید برای یوتیوب و از این استفاده کنید. خب من عکس‌ها رو وارد کردم، حالا برای اینکه زیباتر بشه حتما این ترانزیشن قرار بدین، در واقع این حالتی که عکس میره عکس بعدی اینجا به اضافه رو بزنید، یکی از این حالت‌ها مثلا من حالت فان می‌زنم و اینو قرار میدم، ببینید اینطوری میره بعدی، تاییدش می‌کنم به این صورت، و شما حتی با کلیک کردن روی عکس میتونید الان کالر فیلتر بذارین روش و حالتهای دیگه ای که من کار ندارم با این مورد. شما اگه دوست داشتین متن قرار بدین، که حتما متن رو قرار بدین، مثلا بگین سابسکرایب کنین این روش موارد، لیر رو که بزنید مثلا میتونید تکست رو بزنید و متنی که میخواین، مثلا تریکترای رو اینجا، مثلا تیار من زدم سریع تا این ویدیو زیاد نشه، اینطوری میتونید به اینجا قرار بدین، بزرگ کوچیکش کنید و فونت و رنگ و این جور موارد رو انتخاب بکنید. قسمتم فونت به همین سادگی قرار بدین هر جایی که دوست دارین، مثلا میگین سابسکرایب کنین و اینجور موارد. البته که میتونید گرین اسکرین سابسکرایب رو هم دانلود بکنین و قرار بدین، و وقتی گرین اسکرین رو قرار دادین داخلش خودش داره که چطوری در واقع هست کنید اون گرین اسکرین رو، که اگه درخواست بدین من آموزش حذف در واقع پرده سبز داخل برنامه کاین مستر رو داخل کانال تلگرام آموزشش رو قرار میدم. این از این مورد، این عکس‌ها رو قرار دادین و الان لازم اون صدایی که ضبط کردین رو قرار بدین رو ویدیو. اینجا اودیو رو که کلیپ کنین، اون صدایی که ضبط کردین و کامل آهنگاتون اینجا هست، میتونین روش قرار بدین. مثلا اگه یکی از آهنگای آهنگ رو روش قرار بدم، اونجا به اضافه رو میزنید و الان پلی که بزنم، من نمیتونم موسیقی پخش کنم داخل یوتیوب چون که کپی رایت میخوره. اینجا اون صدای خودتون رو روش قرار میدید و تنظیم میکنید این فیلم ها رو، که این عکس‌ها رو که در واقع با صداتون سازگار باشه. این صورت که به اینجا قرار بدین میتونید کم و زیاد بکنید. این از این مورد. وقتی کامل همه چی ست شد، اینجا این قسمت رو میزنید و با توجه به کیفیتی که می‌خواید اکسپورت می‌کنید و ویدیو رو آپلود می‌کنید. خب این آموزش هم به پایان رسید. امیدوارم براتون مفید باشه و خوب فهمیده باشین که باید چه کاری رو انجام بدید. خیلی راحته دیگه، واقعاً راحته. کاری نمی‌خواد بکنید. روزی یک ساعت هم وقت نمی‌ذاری. یا از صدا استفاده می‌کنی یا از موتورهای تبدیل متن به گفتار استفاده می‌کنی و ویدیو فقط عکس‌ها رو می‌چسبونی به هم و صدا رو می‌ذاری روش، تمام خروجی و آپلود.
هفته یه ویدیو هم آپلود کنی بعد چند ماه به درآمد میرسی، ولی که هر روز آپلود کنی سریعتر طبیعتا میرسی و درآمدت هم بیشتره. گفتم که اینو ویدیو بازدیدشون هم واقعا زیاده. و برای که تامنیل هم درست بکنی خیلی سریع بهت میگم، میتونی بری از اپ کانوا استفاده بکنی، راحت تامنیل زیبایی رو درست بکنی که ویدیو تو ببینن. حتما توی در واقع عنوانت هم عنوان جذابی نیست، 10 تا از برترین ها، بهترین ها، عجیب ترین ها جذاب بنویس که روش کلیک بکنه، اگه مثلا یه چیزی بنویسی که طرف زده امتا بشه نبینش. اگه از آموزش راضی بودی حتما ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب رو فراموش نکن. تا ویدیوی آموزشی بعدی موفق و پیروز و سالم باشید.